عزت بده، خدا عافیت بده. به حضرت علی از شما تشکر میکنم. بله برادر بزرگوار من، شما بجا فرمودید. مسئله رجوع جاهل و عالم اینطوری نیست که 300 سال پیش به وجود آمده، و من فکر نمی کنم ایشان هم منظورش این بود. ایشان یک کمی اغراق کرد، مبالغه کرد. منظورش این بود که در کتب فقهیه سابق این مسئله را ذکر نمی کردن، در این اواخر در کتب فقهیه ذکر میکنن. بله در فقه عموما بابی به نام اجتهاد تقلید نیست در کتب قدیمی، در رساله های علمیه هست. بله این درسته این مطلب، اما این به این معنا نیست که اصل قضیه دروغه. اصلا فقه شیعه یعنی تبویب و ابواب این امور بیشتر بله موافق با کتب عامه هست، یعنی کتب عامه هم همچنین بوده. اول فقهای شیعه هم به خاطر اینکه نگوین که شیعان فقه ندارن ظاهرا همونجوری تبویب کردن. اما اصل این که مسئله اجتهاد تقلید حق و این که کسی که احکام دین نمیداند اصلا دین نابود میشه، در احادیث و روایات خیلی زیاد آمده که اگر مردم به عالم رجوع نکنن و از عالم نپرسن، و در خصوصا اون زمانی که امام عصر علیه السلام غائب هست، اگر علمایی که برای مردم دین را توضیح میدهند اونها نباشند دین از بین میرود. این در احادیث خیلی زیاده، در کتاب احتجاج اولش مرحوم تبرسی خیلی از روایات اونجا ذکر کرده. ائمه علیه السلام فرمودند که بله ان لنا اهل البيت عليهم الصلاه وسم في كل خلف عدول يبطل انتحال المبطلين وتاول الغالين و از این قبیل عبارات که در هر عصری از طرف ائمه علیهم الصلاه والسلام علمای عدولی هستند که بله ابطال میکنند ادعاهای اهل باطل را، عقاید اهل باطل را. این در احادیث خیلی زیاد آمده و اصل قضیه قطعیه و متواتره، و اگر این نباشد مردم بیدین میشن. این قضیه هم قطعیه و حتمیه. این که آدم احکام دین را مثلا فروعات را، نماز را، روزه را، این امور را از علمای خبیر به مسائل شرعیه بگیرد که در این حرفی نیست، اخباریین هم این مسئله را قبول دارن، طوری نیست که اخباریین منکر این اصلا این که از علما نگیرن یعنی دین باید معطل باشه، عوام الناس برن وسایل شیعه بخوانن، این را هیچ اخباری هم نگفته. مگر اگر گفته دیوانه بوده، اگر گفته دیوانه بوده نمیدونسته چی بگه. دخترش 9 ساله از 10 سالش شده مثلا، او برد وسایل شیعه بخواند بیچاره از کجا وسایل شیعه را بخواد استنباط بکنه احکام حیض را یا احکام مثلا نماز را یا احکام تیمم را؟ امکان نداره. رجوع عالم به جاهل قطعیه در عصر ائمه علیهم الصلاة والسلام بود. در مسائلی که اختلافه بله در اون مسائل باید از اعلم پیروی کرد، از اعلم افقه. بله اون مسئله واضح هم در حدیث آمده، هم از لحاظ عقلی واضح و روشنه. بله اگر در یک عصر 3-4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر در یک سطح بودند فرق نمیشد در اعلمیت اونها، از هر کدام شما انتخاب بکنید در درست معجزه. اما در جایی کلام علما در جای حجته که موافق کلام ائمه علیهم السلام باشه، موافق کلام ائمه علیهم السلام باشه. عالم باید مخالف کلام ائمه علیهم السلام صحبت بکنند. بله در جایی که شما فهمیدی مخالف کلام ائمه علیهم السلام اصلا حجیت نداره، نباید از او پیروی بکنی، و اصلا او در اونجا اون عالم یا فاسقه یا اشتباه کرده، معذوره. مثلا در جایی که شما نمیدانید کلام عالم موافق کلام اهل بیت علیهم السلام یا موافق کلام اهل بیت علیهم السلام نیست، در اونجاها نهایت چیزی که میتوان گفت بله در اونجا اینه که معذره، یعنی عذر دارید اگر عمل کردید، شاید معذور باشید، شاید معذور باشید، نهایتش اینه. اما کلام علما به ذاته هیچ مانند خاک هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره، مگر این کلام کلام اهل بیت علیهم السلام، اونا حجت خدا هستن. اگر موافق کلام اهل بیت علیهم السلام بود، عبارت اخرایی از کلام اهل بیت علیهم السلام بود، درسته. بله و الا فلا. بفرما. سلام علیکم.